من یه درود دوباره داشته باشم پیشگاه همگی دوستان که مهر کردند و این آدینه هم همراه ما در جنبش رونسانس ایرانی و حزب رستاخیز ایرانگرایان بودند این هفته هم در پیشگاه استاد هلمند اربابی گرامی هستیم قرار است در خصوص دوره ساسانیان و ظهور سهاندیشمند تنسر و مانی و کرتیر به پردازند استاد من درود دوباره پیشگاه شما و خواهش میکنم گویان پیشگاهتون باشه و با بیا فر ایران را می ستاییم فر ایران را از دیرگاهان فرزانگان بزرگان رادمردان رادزنان را که در راستای میهنمان کوشیدند می ستاییم درودهای بسیار گرم به شما گرامیان و بسیار خوش اومدید گفتاری رو که باز براتون فراهم دیدم همچنان در اون آغازه های ساسانیان هستیم زیرا که یک هنگامی بسیار ویژه است ما نمیتونیم به سادگی از کنارش بگذریم میشود باز هم گفتارهایی داشت ولی خب تا اونجا که در توانمون و دانش اندکمون هست براتون میکوشیم که اون چیزی که در نگاه خودمون میپنداریم سودمند است براتون به میان بگذاریم آغاز ساسانیان رو با سه تا اندیشور بزرگ در نگاه من تنسرمانی و کرتیر هر کدومشون یک کارکردی کردی دارند و اگر اینها نبودند شاید هرگز ما ساسانیان رو نمی داشتیم. درسته که اردشیر یک فرزان شاهی هست ولی این فرزان شاه نمیتونست بی تنسر پا بگیره و پس از اون کرتیر اگر نمیومد با همه سخت گیری های بسیار زکی کرد اگر اون هنجار ها و آینه هایی رو که اون پیاده کرد ما باز هم دشواری های دیگه ای داشتیم میدونید خود پنسر یک فیلسوف هست یک فرزانه هست حالا بهش میرسیم در اینجا برای همین بازم میخوام بمونیم اگرچه تو شاهنامه هیچ کدوم از اینها به گونه ای که نخست این که نه تنسر نامش هست نه کرتیر نامشه شاید به نام های دیگه ای گفته بشه و دریافت های ما را به این کرتیر باشه یا این تنسر باشه ولی مانی هست ولی مانی هم یک جادوگر فریبکار و بیگانه چینی است کمی کمی این نامه بسیار بزرگ و گرامی من چرا از کنارشون چونیم گذشته است پرسشی هست که میشادش پرداخت به پاسخشون رو بله من دونه دونه اینا رو در اون توانم میگوشم گرامیان در نگاه من پایانه اشکانیان یک سپهر فرهنگی ویژه ای هست شاید بخش از اینا رو گفته باشم ولی چون به گفتار امروز باره جا دارد که ما باز هم برگردیم و به این به این بازه زمانی پایانه اشکانیان یک باز بنگریم باز بخوانیم اگر بشود اشکانیان را یا پارتیان را یه چیزی مانند سکولاریسم بدونیم که مایه های از سکولاریسم داره سخن بیجا نگفتیم و از که اشکانیان یا پارتیان مندا که هلینیان هستن یا هلنیستیان هستند داشتن با خودشون این اون روماندا که اون ارث رو می بردن و برپای اون بخشهایی از کشورداریشون رو میچرخوندن و دیگر اینکه سامانه اشکانیان چون برآمده از یک ساختار تباری و قومی بود مانند ساسانی ها نبودن که اینها بر روی اون تمدن یا اون شاریگری شاریوری هخامنشان نشسته بودن هنوز نتونسته بودن به اینجا خودشون رو برسونن اگرچه از زمان بلاش یکم یا بلخش یکم ما میبینیم این روند رو که شتاب میگیره به سمت اینکه شارگری یا شهری تمدن رو یک تمدن رو دامن بزنه ولی باز هم خیلی راه دارن که به اونجا برسن برای همین میتونه اون ساختار شاهی یا ملک و توایفی یا یا دس، دسنترالیزه اگر امروز ما بگیم رو داشت و این دسنترالیزه هم که داشت هم خوبی های داشت هم بدی های داشت که نمیتونست یک کشوری پارچه رو اون بونه که توانمند باشه بسازه و هر روی و از همین رو هم نتونست هنرهای بزرگی بیافرینه بر این برخی گویند که بر اینا بسیار کار کردن ساسانیان از میان بردن در نگاه من سخن نادرستی هست و از خامی برخورده رو نیست این سخن در این سامانه ای که پایانه اشکانیان هست ما میبینیم که یه موجی از موج فراوانی از آیینها و دینها سر برمیارن با اون هم میتونیم باشه که زمانی که یه دین تازه بیاتون اون کشور این دین تازه یک یک موجی را میندازه یک آشوبی را میسازه که اون دین بومی هم به خودش میاد با خودش درگیر میشه و شاخه‌های گوناگونی پدید میاد و سرانجام هی hey, دین پشت سر دین دین پشت سر دین ساخته میشن یا از بیرون میان یا خود اون دین ها برای خودشون گرایشهای گوناگونی پدید میارن و یک روزگار بسیار ویژه هست برای همین میبینیم که در آینه های مزدا یسنیک ما یا مزدایی ما هم میبینیم شاخهای فراوان سر بر میارن و یکی از کارهایی که تن سر میکنه اینه که بیانا سر سامان بده گفتم و دیگری که بل پیدایش و گسترش دینهای دیگری یکی از این دینهایی که بسیار درگیر شد با آین ایرانی دین ترسایی بود دین ترسایی هم با دو تا موج اینها اومدن یکی موج نستوریان بود که اینا جلوتر اومدند یکی دیگه هم خب مسیحیت چون چی بودن دیگه از میان رودان سر بودند. سرزمین های ایرانی بودن اینا سرزمین بیگانه نبود برشون و بیران پناه می آوردن برای اینکه ایرانیان با نرمی بیشتری برخورد میکنن ببینید زمان اشکانیان خیلی نرم بود برخوردشون در همین زمان رومیان با مسیحیان برخورد بسیار تندی میکردن برخوردشون بسیار تند بود با اینکه اونها هم یه چیز مانند سیکولاریسم رو داشتن ولی اشکانیان بسیار نرمتر برای همین سرزمین ایران یک پرورشگاه بزرگی بوده برای مسیحیان و ما میبینیم همین مسیحیان هم از کم کم میانجامه که پیدایش مانی رو ما میبینیم در همین راستام هم هست و این هرچی که دین بیشتر بشه چون جنگ های دینی ستیز های دینی میدونیم که بدترین ستیز ها هست و تباهی بسیار فراوان میآفرینه برای اینکه بیشتر دین ها اگر یعنی نگیم همه دین بیشتر دین ها بر این هستند که سخن چون از آسمان میآید این راستین هست و سخنی که و اون آ... تنها سخن راستین دست منه آن کسی که اونور هست این سخنش راستی نیست سخن شیطانیه و نادرسته حتی درون خود یک آیین زمانی که دو شاخه میشه این شاخه اون شاخه میگه دو چهره و درو هستید پلید هستی اون یکی هم این رو میگه این این از ویژگی خود دین هست که مطلق میاندیشه ابسولوتیست اون نگاهی که میتونه نسبی باشه اندیشه ها گوناگون میتونه باشه و به رسمیت بشتن این چونه نیست میگن اندیشه راستین دست منه دیگران دروغ میگن و میانجام به همون گونه ای از گردن کلوفتی کردن کرفتی دینی تا کنون بسیار آسیب رسان بوده ولی ایرانیان حالا ایرانیان هرچی که من می نگرم می بینم که براستی چون این چیزی نداشتن بلکه بیشتر خودشون رو سر و سامان میدادن و خودشون رو در و پیکر میدادن و یه بخشم واکنش بوده اگر می دیدن که بهشون بسیار ستم میشه اینها از خودشون یه واکنشی می نمایوندن بیشتر در همین تا اینکه یک رفتار بسیار تندی داشت و برخی از تند روی هایی هم که ما در آغاز می بینیم کرتیر می کنه برای همین همین بود که در اینجا موج فراوانی از دین ها بودن دین های جنگ بود درگیری بود آشوب بود همینجا من یک نکته هم بیافزایم که آشوب های فراوان در درون کشور هم درون اون آین های ایرانی و هم ان اینها آشوب فراوان بود و تو گویی که همه این آشوب ها و پراکندگی هایی که درگیری هایی که میان دسته های گوناگون درون دینی و برون دینی ایرانی و ان ایرانی بود باید به جای می انجامید. یک زایشی رخ میداد یک آفرینشی در نگاه فلسفی باستان میگن زمانی که آشوب باشد از دل آشوب زایش پدید میاد هیچ که از دل آرامش زایش رخ نداده این نگاهی است که نگاه استورشناسی شناسی باستان هست در آغاز هیچی نبود آشوب بود تاریکی بود همه چی به هم ریخته بود از دل این آشوب و تاریکی و ناروشنی یک نوری پدید میاد زایش رخ میده اینو ما داریم تو همه داریم و میشه درست هم دونست که آشوب زمانیه که جامعه از اون ساختار آرامش میاد بیرون و میره به یک تنش ها به تندی ها و باید از درون این یک زایش رخ بده این زایش خب میتونه همیشه خوب نه زایش نیکی نباشه میتونه زایش بدتری باشه اهریمن بزاید گاهی میتونه فرشته بذاری این زایش باری این <تصفح> اون چی که ما میبینیم باید به یک دگرگونی میانجامید و من میخوام از اینجا ره ببرم به که پیدایش ساسانیان نه یک لشکر کشی و زورازمایی زورازمایی بود که این بیاد لشکر بگیر بی اون رو وردار خودش بشینه بلکه توش یک نیاز زمان هم بود نیاز زمان از دو تا از دو تا پهلوی پهلو خود پادشاهی اشکانیان اون دست کم 60 70 سال پایانی شکست فراوانی از رومیان دیده بود این یه بخششه و در درون خود میتونه هم درون خود کشورم این پراکندگی فرهنگی و آیینی هم بود میتونه یه زمینه باشه همین ویژگی اشکانیان که داشتن پیر پیر شده بودن دیگه فرسوده شده بودن و ناتوان شده بودن مانند اون تئوری ابن خلدون که یه زمان تمدن ها پیر میشن اشکانیان نزدیک 500 سال فرمان روایی کرده بودند و تو گویی که هرچی که در چنده داشتن اینها را به کار گرفت چیز دیگه براشون نمونده بود و اگر چه جا جابجایی قدرت از خاندان اشکانی میاد به خاندان یک ساسانی پارسی میاد و آنچنان جنگ بزرگی هم نبوده بلکه و ما میره که دختر اردوان رو اردشیر میگیره یکی از گزارش که ما داریم حالا برخی میگن نیستیم ولی خب یک این جابجایی بسیار ساده انجام ساده نه بسیار ساده دستم ساده, ساده انجام میشه و یک نیاز بود باید که یک جابجایی قدرت انجام میشد و پارادایم جابجایی فرهنگی و ما هر دو اینها رو میبینیم میبینیم که تنسرکی میاد روی بخشا کار میکنه همچنان در سخنم بود پیدایش یه سرنمون تازه سرنمون تازه رو من سرنمون رو همون پردن میدونم و نیاز جرف به یک جا به جاییم. دیگه اشکانیان او یا نمیتونستن بیشتر از این خودشون بزاین درون خودشون قنچه بزنن یک زایش تازه ای انجام بدن باید که از بیرون اون هم نه بیرون بیرون ها بیرون درون خودشون کمی اونورتر این باید انجام میشد آرامش که برابر اربیش امنیت هست همیشه بزرگترین نیاز یک جامعه هست پس از اینکه خوراک آدم داشته باشه و سرپناه داشته باشه امن، امنیتی و بر همین من این رو, رو میخوام بیشتر بگوشم این سخن رو که ما توی نوشته های ادبیمون روی پدیده امنیت بسیار سخن میگن یکی از این شاهانی که بسیار نام هست و بسیار هم ازش خوب یاد میکنن داریوش یکم هست این نماد آفرینش امنیت و آرامشه و یکی دیگه هم داریم ما که اون رو انو شهروان میگیم ولی تا خب فراون داشته من بگم که خود اردش... شاپور یکم پسر اردشیر نیزی چونین کسیه ولی اردشی در اون اوج قله هست در آفرینش آرامش در درون جامعه اون نیروی چاپاری که داشت به زودی با آگاه میشد که کجا آشوب هست کجا نارامی کجا دزدان راه را گرفتن در جا سپاه میرفت لشکری میرفت و رو سرکوب میکرد سرجاشو مینشوند اگر کسی فراتر از پاش فراتر از گلی میش میذاشت همینطور برخور جام جامعه آروم بود مردم توده های مردم جدا از یه لایه های روشن فکری بیشتر از همه سه تا این امنیت رو بیشتر دوست دارن پس از اینکه نونشون و گیرشون اومدی خونه داشته باشن و سرپناهی داشته باشن امنیته این اون هم از این نگاه که میگن خب ما, ما, که میریم کار میکنیم از بام تا شام پدرمون در میاد شب هنگام که به خونه میایم بگیریم بخوابیم نه که شب چند تا دوست بیان به خونه بزنن به خونه رو به هم بزنن یا سر راه بگیرن در همین راست ما بیدیم انو شهروان خسروی یکم تو شهر گزمه های رو میذاره گزمک میذاره که اینها و حتی زنگ های زنگوله میذاره که کسی اگر نیازی یا بره بین زنگ بزنه و گزمه که اون ورتر صد به دیویس اون ورتر زود خودش رو برسونه یه سپری بسیار امن و آرام رو انو شهروان ساخته بود برای همین انو شهروان حالا در سینه مردم بهترین شاه ایران هست داریوش و کوروش اینها رفتن پشت ابر تاریخ پنهان شده بودن نمیدیدن ایرانیان ولی ولی اونا که پس زده شدن و این همیشه هم یکی از فاکتوراش این بود که اون مقدونیان که اومدن و سپس هم پارتیان که اومدن نتونستن ایرانیان خودشون رو با کوروش و داریوش و شاهان حقامنشی نزدیک بکنن دوباره ساسانیان که اومدن خب کارهای ارزشمندی کردن و به گونی خودشون دنبال روی اونها میدونستند و بیشتر خودشون برجست شد اینکه داریوش ولی از این زمان به این می میبینیم که این انو هیچ کسی پای انو شهروان نمیرسه در اینکه چند چیز را آورد چند چیز رو با هم دیگه یکی این بزرگترین چیزی که آورد آرامش بود امنیت بود دو آبادانی فراوان بود کشاورزی چندین برابر گسترش یافت کناد زنی کناد کاریز بسیار گسترش یافت این زمان هنو شهروان است پل سازی شد بازرگانی شد بازرگانی فراوان از از ایران تا به چین از چین تا به فرنگ تا به رومستان همه در زمان نزدیک 50 سال پادشاهی کرد بهترین روزگار بود برای ایران برای همینه که توی سینه همه تاریخ مونده هم در اروپا از انو شهروان یاد میکنن یک الگوی بسیار کارا کامیاب یاد میکنن همین اروپایان از انو شهروان و همین تو نزد فرنگیان رومیان عربان مسلمان ها شهروان دادگر عادل بر همینه که این چهره بسیار ویژه در امنیت تو سعدی تو جاهای دیگه حافظ ویژه سعدی که این ورانور بر بسیار رفته گشت و گذار بسیار داشته فراون ما میبینیم روی امنیت دزدان رو سرکوب کردن به مردم آرامش دادن در همه نوشتاش که شما میخونید می همش از امنیت از آرامش باری بر همین پایه اگر ما به نوشت ها برگردیم میخوان بگن می که شهریار خوب بد کی هست تو فردوسی بگردید فراون از امنیت میگه تو سعدی برگردید از امنیت اینو خب اینا بزرگانمون هستن در نوشته به ما میگن و برای همین این امنیت رو که در پایانه های زمان اشکانیان کم داریم و شاه بعد هم هم ستم به مال زندگی مردم میکنه و هم به شهر آرامش نمی آوره و از همین رو بهترین شهریان و بدترین شهر رو و در اینجا دید شاهان از این از, از این میان کم می و در پایان البته شکست و نارامه در, در درون کشور بیشه در پایان و شکست ارده شکستن اردوان پنیر چندان دشوار نبود ببینیم که با یه لشکرکشی اردوان شکست میخوره پیچیده هم نیست برای که اون پشتوانه مردمی رو کمتر داره از سوی دیگه اردشیر پاپکان با اینکه شاه تازه خواسته ای هست که ولی زود بسیار تند مردم بهش میگروند برای اینکه میبینن که این این میتونه دلاوری باشه حالا پیرامونش داستان های فراوانی ساختن ستاره شناسی و اخترشناسی، شناسی خب اینا داستان هست ولی خب مردم میدیدن که این یکی شاهد یک شاه توانایی است کسی بزرگ تنسر با خودش داره و بله گفتم که ناخشنوده از همه سوی بسیار بود شما اگه تو اندرزنامه اردشیر بری ببینید میبینید که هست اگر یه بخشی هست که اردشیر زمانی که از اون هفت کرم هفت کرمان کرمان شکست میخوره پناه میبره یه جای خونه دو تا برادر میره که برز هستی که برز آذر هست و نمیگه که من اردشیر هستم ولی خب اونها رفتارشون به است که اردشیر به اینها میباوره که این آدم درست هستن و اونها میگفتن که این اون که در کرمان هست یا اون که در خود همین اردوان هست اردوان پنجم اینا رو اهریمن میدونن دیوزاد میدونن بسیار بد میگن اینها رو و این خب سخن از این داره که ناخشنودی در میان مردم بسیار بالا بوده و پذیرش اردشیر نزد مردم بیشتر میشه و برای همین زمانی که میبینن که اردشیر کسی هست که به آگین ایرانی باور داره به فرهنگ ایرانی باور داره اونها هم چون در پارس بودن و به گونه نمایندگی هرچی بیشتر فرهنگ ایرانی در بخش نیمروز ایران اینها در دست داشتن زود بهش گرویدن و به سپاه بزرگی دور شد زود هم پیروز شد بل ارزوی دین چون توان بزرگ در ساماندن کشور یا سامان دادن کشور دین به ویژه از زمان اش ساسانیان و پایانه های اشکانیان یک نهاد بسیار توانمندی میشه در, رس در به هم چسباندن به هم دوختن مردم خود دینا و اینکه اردشیر بابکان دین رو میاره بالا یک آفریده تازه نیست ولی میتونه هم باشه بر اینکه اردشیر بابکان یک کسی رو داره به نام تنسر که شوربختان در شاهنامه نیست چون این چهری بسیار بزرگ دانشمند اون بارها گفتم این آدم از اون بزرگان تاریخمون هستن تنسر یا پاوسر یا تاسر نامه گناگونی بهش میگن ولی از کنارش میگذرن شوربختان توی تاریخ ما حتی به تو شاهنامه که یادگاری بسیار بزرگیش و گوهمندیست نیست ازش این یک کسیه که تو تاریخ هر به تاریخ های اسلامی مسعودی تو مروج و زهب ازش اینگونه یاد میکنه که اون یک دانشمندی هست یک فرزان فیلسوفیه که باور به اندیشه های سکرات، سکراتس، پلاتون، ارستاتالیس اینها رو داره و من نگاهم اینه که این از اون گروه فرزانگانی هست که نگاه پلاتونی داره یا نگاه افلاطونی داره نگاه افلاتون یه نگاه ویژه هست توی کشورداری اون پلاتون باور به این هست که باید یک فرزان شهریار داشته باشیم شهریاری دست فرزانگان باشه دست شایستگان فرزانه باشه نه هر کسی رو نباید شهریار گذاشت بعد اون رو این توان رو با داشته باشه خب برگزیدن میشه خود به خود دیگه و تن سر هم از این اندیشه مایه گرفته است او دنبال یک فرزان شهریار هست برای همین زمانی که خب گویا زمانی در پتش خارگر یا در تبرستان یا مازندران هم روزگاری در نزد اون شاهان اونجا بوده یا هم پارسی پارتی هست آمیخته است هر دو اینها و شنیده بوده که یک شاه شهریار کوچکی در اونجا آدم توانایی هست و میاد میاد استان پارس و سپس میبینه که آدم توانایی هست آدم میفرسته اینها رو چندان تاریخ نمیگه روشن نمیکنه میفرسته این ور, ور که داریم ما چشم به راه یه شهریار بسیار فرزانه ای هستیم و حتی بسیار خوشش هم اومده بود که درباره اردشیر بسیار این میپرداخت پیش از این که اردشیر بتونه اشکانیان رو از میان برداره این تنسر برایش بسیار کار میکنه برای اردشیر و میگه که این یک شهریار فرزانه هم هست و همه زندگی هم زمان 16 17 سال یا حتی 20 سالی هم که اردشیر شهریار بود این تنسر با که پیر بود پیر دیگه پیر ف... افتاده هم بود به ویژن پایانه ها ولی همواره اه... یک رایزن بزرگ اندیشور بزرگی هست که تنسر برای برای اردشیر هست حالا نقش دین رو تو نگاه من پس از این که مسیحیت یا آین ترسایی پدید اومد یه صد سالی پس از اون زمانی کسی به نام مسیح سر برمیاره این ساختار دین به خودش میگیره و بسیارم گسترش میبیابه و بخش بزرگی از میان رودان رو میگیره کرانه های سوی مدیترانه رو میگیره و میاد درون ایران سرزمین کنونی ایران میگیره و این گسترش میابه و از سوی رومیان هم سختگیری میکردن و چون سختگیری میکردن کشیده میشدن به سمت ایران به ایران برشون سرزمین آرومتری بود ایران هم کار نداشتن به اشکانیان و چون اشکانیان کار نداشتن سپس هم اشکانیان که رفتن کنار خب به ساسانیان بود ساسانیان دومالی تئوری دیگه ای بودند <applause> ساسانی میخواستن که یک سامانه سنترال پدید بیاره همون چیزی که نزدیک به هخامنشیان بود و از این پراکندگی و هر کسی ساز خودش بزنه اینو خوش نمی بردن. برای همین همواره اشکانیان زیر نقد ساسانیان بودن که شما کارتون خوب نیست خب <applause> این زمینه پیداش مسیحیت و سپس اومدن درونی رو درگیر شدن با های ایرانی و این اونجا هست که ایرانیان به خودشون میان و خودشون سر سامان میدن که هرچی بیشتر از دست نرن از میان نرن و برای همین میبینیم که کسی مانند تنسر که یک ایرانی ناسیونالیست هست میهنگرای داره میکشه که یک اندیشه رو بیاره بالا که این اندیشه جانشین بکنه اون سامانه شهریاری پارتی رو و بیاره سامانه پادشاه پا... پا... ساسانی رو که دین رو یکی از پایه ها و شالوده های کشورداری میدونه این دنبالش هم هست و خب ما میدونیم خود پلاتون هم بگونی انسان دینگرایی هست ولی خب دینگرایی که کمی نگاهش جدا میشه ولی اونا هم بیگانه نیستن از نگاه آسمانی دارن نگاه باور به خدایان در کارشون هم هست و این رو میبینیم که چی داره این رو تنسر داره ولی تنسر یک مزدایسنی که یا یک مزدایسنان هست باور به نگاه های مزدایی ایرانیان دارد و اون بر این باور است که این نگاه بهتر میتونه سامانه کشوریمون رو در رو پیکر بده از نگاه تاریخی اگر ما بنگریم برای ما ایرانیان نخستین زمانی که ایرانیان از ابزار دین یا شاروده دین یاری میگیرن در همبستگی فراگیر میهنی و ملی همین آغاز ساسانیان از پایان اشکانه آغاز ساسانیان هست ببینید ساسانیان دور نرفتن از اشکانیان یا اشکانی چندان دور نبودن اونها هم ایرانی هستن اونا هم میبینه ولاش یا ولخش یکم میبینیم کسیه که نوشته های عوستایی رو پس از اردش اسکندر گجستک که می سوزونه بخش اون اون هست که داره سر و سامان میده و اینا در همون راستا هستن ولی آنگونه ای که باید از دین برای یا اون بنیادهای فرهنگی من میگم بنیادهای فرهنگی ملیگرایی که ساسانیان یادگیری یاری نمیگیرن و برای همین ساسانیان واژه ای ایران شهر رو به میان میارن این واژه ایران شهر بیگمان پرداخته تنسر هست تنسر یک فیلسوف فیلسو فرزانه است اینا رو میدونه نگاه فلسفی آرمان شهری رو که پلاتون داره اون هم میدونه میدونه پلاتون یا افلاتون یک آرمان شهره که در اونجا فرزانه باید شهریار بشه در نگاه اونها کوروش و داریوش اینا فرزانگان هستند که شهریار میشن برای همین همواره هم در این آرزو بودن که چنین چونین شهریاری در دیگر جا پدید بیاد شهریاری که بالاترین شایستگی رو این آرمانشون بود و تنسر هم این رو میدونست و با این آگاه بود و اون هم دنبال یک چنین اندیشه بود که در اون ایران یک فرزان شهریاری بیاد و, اردشیر هم این هست اردشیر در گذاره میگه دانشمند هست یک دانش... شاه دانشمندیه که بسیار رایزنی میکرد و یک گروه رایزن داشت با خودش سگالندگان بودن باش که همواره رایزنی میکردن و تنسر گویا پیرتریشون بزرگترینشون هم هست این نخستین الگو هست این الگوی دیگه هم داری ما که در زمانهای پسین در در زمان صفویان پیش اومد که نهاد دین و نهاد کشور داره به همدیگه گره زدند و حالا این, این رو بر این سخن الگوی ماندگار برای دیگر کشورها هم شد همین الگویی که ایرانیان برای یک پارچگی و یک دست کردن کشور از دین یاری گرفتن برای رومیان هم شد رومیان تا سال 325 که کنستانتین یک شهریار امپراتور میشه اونا هنوز همون باورهای گذشته میترایی رو داشتند خب با آیل میتره است که امپراتور ها داشتن توده های مردم هر کدام گرایش خودشون داشتند سپس میبینن که مسیحیت بسیار گسترش یافته او پایتختش رو میاره تو بیزانس و میذاره و اونجا میپذیره آیین مسیحیت رو و سپس میگه این آیین رسمی و دولتی و پادرمیانی میکنه و مسیحیت رو هم راه میاندازه که میرواند روا می که برای امپراتوری روم بسیار خوب میتونه باشه و یاری میگیره همون الگویی که ما در زمان ارتشیر پاپکان داشتیم او رومیان هم همین الگو رو بر میدارن خب این الگو در گذار زمان سخت آسیب میرسونه و دیگه کهنه میشه پیر میشه خب تو زمان ساسانیان همین کهنه میشه پیر میشه و آسیب میرسونه به هم به خودش و هم به کشورداری نتونسته دوباره خودش رو باز بسازه و شوربختان این اینها میشه که زمینی میشه که فروش کستن میشه پس از یه روزگاری صد سال دویست سال 300 سال چار سال یه جایی باید پیر بشه و بیفته بله من <applause> و الگوی ماندگار میشه برای رومیان این پیوستن دین و کشورداری برای یک دست کردن و هم کردن مردم من برمیگرد به تنسر و به یه بار ش... بخش از سخنان خودم از تنسر گفتم اینجا بیشتر من میمونم تنسر برپای گزارش هایی که توی نوشته های اسلامی تاریخ اسلامی هست تبری به ویژه مسعودی میگه اون رو یک شاهزاده پارتی پارسی میدونه و روزگاری هم در پتشخارگر یا اون مازندران یا تبرستان اونجا یه شاهزاده یه که دانشمندیه و رایزن اون دستگام هست برای اینکه نامه ای که, که تنسر میفرسته برای همین شای پتش کارگر بعد اینه که خب این میشناختن هم دیگه رو و این از اونجا روی گردان میشه میاد به همین تنسر میاد پیش اردشیر و برای اردشیر کار میکنه و سپس هم اون خورده میگیره برای کار اردشیر سخت گیره اردشیر خب این کار خود تنسر هست که داره تنسر پشتیبانی میکنه از کار اردشیر و تنسر همین رو میخواد و اون یک کار درست انجام میده این دینهای های گوناگون آیینهای های گوناگونی که در ایران هست اینو خوب نیستن به ویژه آیین های که از خانواده آیین های مزدایی هستن و این تنسری که میاد برای بار دوم دو بسیار سنجیده بسیار دانشورانه اوستا رو گردآوری میکنه گفتم بار نخست پس از الکساندر رومی این ولخش یا ولاش یا بلاش هست ولی بار دویم این تنسر در زمان اردشیر بابکان که میاد اه، اه، سر سامان میده و حتی نوشته های می جایی رو که به در نمیخوره دور میریزه میگن میارن پیشش و از عوسته های گوناگون یا نوشته های گوناگونی از اوستا که میگه اینها نیستن اونها هستن تا این اندازشون توانا بوده که برگزینت کدام درست یا نادرسته و گفتم یک, یک پلاتونگرا هست پلاتونیسم باور به اون نگاه فرزان شهریار داره تنسر با نگرش به رنج به دیدی بر احملی که رنج کش رنج که یا ریاضت کشان هستن زندگی بسیار ساده ای داره با اینکه شاهزاده هست مانند خود, خود مانی هم همچین تیپ آدمی اینا ما آدمی بسیار مانند هم هستن مانی و و تنسر از یه نگاه های بسیار به هم نزدیک هن. زندگی سخت گذرانه برای خودشون دارن خوشیهاشون کمتره ولی خب کرتیر نه کرتیر یک پیشوای دینی مینویی هست که خب مانند یک شهریار برخورد میکنه ولی نه اینا نیستن اینا رایزن هستن البته تنسر رو من میگم اه... بسیار نگاهش نزدیکی با نگاه برحمنی نگاه ماندایی و نگاه بودایی از نگاه رفتاری ها ولی مزدایی هستیشون باور با به آین مزدا داره چون ما یه جای بسیار خیشاوندیم با این گرایش ها زندگی ساده داشتن زندگی آرام و که بودا هم تا همین میدون میاد اون هم یکی زندگی نباید بسیار خوشگذرانی باشد از اون بر از اون بسیار توی دستانه و رنج بیش از اندازه کشیدن بلکه یه زندگی ساده داشتن این سبکی که فرهنگ ما ایرانیان تو اون بخش هست بله تنسر سر دهنده به شهریاری نو و فرستادن کسان برای آماده سازی اردشیره گفتیم که تنسر یه پایان اشکانان رو میبینه و همچنان که ما در دیگر آین ها هم داریم کسانی هستن که اینا موجه دهندن توی مسیحیت میبینیم که این یحیای که مجرمینه که میگه دولت آسمانی میاد به زودی برگزار میشه برپای میشه دولت آسمانی و شما خوندین این انج... انجیل رو ببینید انجیل نخست میگه که زمانی که عیسی میره به بیابان که میدونه که یحیا در رود اردن مردم رو میشوید اون هم میره خودشو بشو میره که نه تو من باید تو باید, باید, باید منو بشوی نه من تو رو بشویم تو بسیار بالاتر از من هستیم و اون میگه که خود دولت آسمانی میاد مجده میده دولت آسمان همون دولت ایسا هست چون خود آسمان میاد پایین پسر آسمان خدای آسمان میاد پایین و میخواد دولت بسازه کشورداری بسازه و خودش هم میگه ایسا هم در پایین میگه که من اون هستم پسر خدا هستم پسر هم خود خدا هستم در اینجا هم چنین چیزی رو ما میبینیم که خود تنسر هم مجده میده که یک شهریاری میاد برای آبادانی برای خوشبختی که یه پاش زمین پای تو آسمون هست چون این چیزایی و اردشیر هم یادمون باشه که اردشیر نیایش ساسان هست برخی ها از سخن از این ساسان که آیا ساسان کسی بوده هم زیر پرسش میره برای اینکه ساسان به چمی یک از خانش ساسان یه درویشه خود ساسانی کسی که درویش زیست زیس درویشی داره یه چیز دینی درویشی و از اون رنجکشان رنجکشان آناهیتا هستن نیاشگاه آنا... آناهیتا هستن این بر میخوره اونجا رو میگن پدر بزرگش یا پدرش که میتونه خیلی کوهندر باشه همچنان که تو آیین صفوی در ایران خب اینا صفی و ارده چند تا پشت جلوتره ولی اینا خودشون رو از اون تبار میدونه اون... اون, چی کسی اون یه درویشه یک دینکار درویش زندگی بر پایه خود گزارش زندگی خب ساده داشته درویشان در ایران گذشتم هم ساسان همین کسی میتونسته باشه و خودش رو به اونجا گره میزنه خود ساسانیان را اگر ما برگردونیم چیزی مانند صفویان هستن یا صفویان اگه مانند ساسانیان هستن هر دو اینها نیایشون یک درویش دینکاره هست در <تص> خود خود اردشیر هم یه نام دینی هست در نگاه من اون هم شیر که ارت همون راستین هست یا می شود یکی از که شهریاری راستین میتونه باشه یا تخمه راستین هم میتونه باشه این این هم یه نام دینی هست نام آهینی هست که اردشیر میاد و خب پدرشو میذاره پاپکان میذاره ولی خب میگه توی برپایی ساسان هست که نه ساسان بسیار کوهندتر باد باشه اگه تو شاهنامه چهار ساسان رو پشت سر هم میکنه ساسان پسر ساسان پسر و این سخن از اینه که این ساسان بسیار کهنتره یک نیای کوهنی هست که همه اینها نام خانوادگیشون رو ساسان میدونستن و <تصفح> البته نام پسرم میذارن پدرم میذارن پیر یا جوان یا برنا یا کودک هم میگن برای نامایی که پدر و پسر دارن گفتم که نمونه دیگرش در تاریخ ما همین صفویان هست که اینا هم تونستن ولی به بسیار کشتار سختی برای کشور یک دست بکنن اردشیر تا این اندازه پیش نمیره اردشیری برخی از این آتشکده ها رو ویران میکنه بر اینکه این این پراکندگی و چند دستگی در جان پیدا آورده بود آتش بخشون رو بیران میکنه ولی پرسش هم اینجا رو من اینجا میگم که چرا با اینکه اسلام هم اومد اگرسی در واقع اسلام با ابزار اینکه خود این کسانی که عرب های بودن اینها با ابزار دین رو در نگاه من نبود سپس اینا دین رو میارن تو کار خودشون ولی حالا ولی با این همه که دین رو در کار خودشون میارن در آغاز مسیحیت سپس اسلام میشه چرا نتونستن اینها یک همبستگی فراگیر اسلامی یا ملت اسلامی پدید بیارن یه نتونستن باز هم همون ساختار تبارشاهی اومد دوباره با رفتن ساسانیان سامانه تبارشاهی که چیزی بمانند مانند همون تبارشاهی اشکانیان بود دوباره این اومد چرا نشد اینجا نگاه من اینه که این آیین بومی نبود برآمده از دل فرهنگ ایران نبود یا یعنی آیین بیگانی از یه جای دیگه اومده بود و خود این کسانی هم که در کشور چیره شدن بیگانه بودند ولی برای ایرانیان اردشیر بیگانه نبود فرزند خودشون بود از خود تبار بود باز هم اگرچه عربان کوشیدن که خودشون رو بیویژه زمان, سا... زمان عباسیان خودشون رو به عباس ساسانیان برسونن و حتی برخی کوشیدن که بله دختر یزگر زن حسین میشه از این کارام کردن که یه پیوند خونی میان پل بزنن از اون تبار ایرانی بیان به تبار عربی بیان ولی با این همه نتونستن اینها که من نگاه اینه بیشتر از این که اینها بیگانه بودند و زبان دیگه ای داشتن برای اینکه پارتیان با پارسیان زبانشون یکی بود زبان پهلوی بود همشون با زبان سخن میگفتن ولی خب گویش ها بود دیگه گویش ها همیشه فراون بوده یه زبان دیوانی درباری زبان کتابی بوده که پهلوی است و این در سر تا سر ایران بوده خب این زبان رسمیه و زبان های هر گوشی از ایران هم هزار ها هزاران گوش های و بزرگ داشتی همچنون که اکنون هم داریم چیزی شگفتی هم نیستیم که حالا برخی ها سراغی چیزا میرن که چرا پارسی باید باشه برای نمونه زبان خب آقا پارسی چیز تازه ای نیست که شما اینو میگی چرا باید باشه و چرا کردی نیست چرا بلوچی نیست چرا ترکی نیست خب آره میشه از این کرد ولی اگر شما این رو بگیرید که چرا اینی چرا نیست این کشور میشه هزار پاره میشه برای اینکه هر گوشه از اینا یه گوشه خودشه داره و این گوشه ها یک دست نیستن برای هر گوشه اگر شما از این این در وا بکنید میبینید که تو خود ایران دست کم 40 50 که میشه هر زبان میشن و کشور دیگه. کشور دیگه نیست همون دوباره باز اون دیسنترالیزم، دیسنترالیزمی که در زمان اشکانیان بود و سپس دوباره در زمان عرب ها پیش اومد دوباره باز پیش میاد و آن, سر، آن سرش هم ناپیداست اردشیر یک فرزان شهریار هست گفتم که این پلاتون دنبال چون این شهریاریه و تنسر هم چون اندیشه پلاتون رو داره افلاتون رو داره اون رو داره میپروره اینا هم دنبال الگوی کوروش هستن کوروش و داریوش بله را... گفتم تنسر بزرگترین رایزن اردشیر چون بزرگ میر نزده انو شهروان هست و, و کم دریغم میخورم که چرا تنسر چون این برجسته نمیشه گم میشه ولی توی شاهنامه یه بخش خوبی درباره بزرگ هست خب شایدم برگره به این که شاهنامه که ما اکنون داریم ریشنش از نگاه نوشتاری یا از زمان انو شهروان یا خسرو یکم ریشنش گذاشته میشه بنش گذاشته میشه خب اگرچه داستانه تازه نبوده ولی در اون زمان نوشته میشه و شاهنامه هایی هم که ما داریم که شاهنامه فراوانی ما داشتیم که فردوسی خب گلشین کرده اینها رو از این زمان هست از زمان انو شهروان به این ور هست و شاید برای همینه که بزرگمه برجسته میشه ولی کرتیر نامش گم پیدا نیست با اینکه هیچ موبد موبدانی مانند کرتیر ما نداریم که از خودش سنگ نوشه چهار تا سنگ نوشه از خودش جای بذاره چرا این نیست یا چرا تنسر نیست تنسر نگاه خیلی لیبرال تری داره ولی چرا از اون نامی نیست و میشود گفت که اگر تنسر نبود ما اردشیر پاپکان رو نداشتیم و پس از اون ساسانی رو نداشتیم چرا اون نیست ولی ما ساسان رو داریم اردشیر هم داریم ولی از تنسر و کرتیر نامیست. کرتی نامیست رو که حالا من بهش برمیگردم داستان دیگری هم هست که که چرا کرتی نیست همچنان که چرا تنسر نیست بله تن سر بحش سخن خودم گفتم که اون گردآورنده اوستا هست حالا اینجا گردآورنده اوستا هست یه آدم دانشمندی که دارای دانش زبانی دانش فقه دانش دین هست و فلسفه میدونه فلسفه پلاتونی رو میدونه سکراتس رو خوب میدونه و برای همین اون نیاز داره برای اینکه کشور رو سر سامان بده باید که یک کتابی باشه یک چیزی نوشته باشه این مردم با اون نوشته به هم به هم دوخته بشن برای اینکه مردم به هم پیوسته بشن خب ابزارهای گوناگون ما داریم یکی از این ابزارها ساختمانی هست به نام که نماد از دین هست برای نمونه آتشکده های ما یکی از اون بنیادهایی هستن که مردم رو به هم دیگه میدوزه چرا برای اینکه خب هر از گاهی مردم در اونجا گرد می آمدن هفته یه بار دو بار ماهی چند بار جشن برپا می کردن جشن بر می این زمینه همبستگی است دیگر این که یک سامانه شهریاری باشه که زمینه همبستگی رو مردم رو زیر یک چتر نگه بداره و آن هنگام که اگر یک نوشته‌ای باشه یا سنگ هایی باشه همون سنگ نوشته که ده فرمان موسا هست خب این سنگ نوشته بودن در آغاز اینها هم بسیار یاری میرسونن و در یک گام دیگر اگر اینها بر پوست جانوران یا بر روی چوب ها درختان نوشته بشن و یه چیزی به نام کتاب باشه یا نسک باشه نسک اوستا باشه اینها هم بسیار یاری میرسونه در همبستگی میهنی و ملی بسیار یاری میرسونن این ابزار ها خب برای همین از اون پراکندگی باید بره به یک 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 سامانه کردن در و پیکر دادن است که این کار میکنه تنسر میکنه گفتم که بلاش یا بلخش هم این کار میکنه پادشاه هستا ولی اون گونه که باید پیش بره پیش نرفت ولی تنسر این کار میکنه کارش هم میگیره بسیار کارش هم خوب میگیره بله گفتم تنسر دانشمند فرزانه مزدایی اصناییه و این اندیشه ها رو داره اگرچه با پلاتون آشناس با اندیشه یونانی آشناس با اندیشه هندی آشنا همینه رو میدونه و همه سرزمین میان رودان رو میدونه شون آدم یه فرزانه حکیم به زبان عرب حکیمه ولی خب درسته به زبان پارسی خودمون فرزانه هست اینا رو همه میدونه و سخت نیازمنده که بیاد یک نسک فراگیر نسک میهنی رو هم بنویسه این کارم میکنه پاکسازی عوسته از آلودگی آمیخته رو انجام میده نرمش یک دیگر هم که هست که اگرچه یه جای سختگیری میکنه تن سر یه جای نرمش هم هست زیرا که پس از اردشیر پسرش شاپور یکم که بر سر کار میاد نرمش دینی رو ما میبینیم حتی پسر هرمز اونم نرمش دینی رو ما میبینیم ولی پس از اون هست کرتیر که میاد و یه کمی آین های دیگر آشوب میآفرینن جنگ میآفرینن کرتیر سخکیرهاش رو میآغازه و بگیر و بندها رو میآغازه آغازه بله برچیدن بر،, بر گفتم برچیدن برخی دسته های مزدای اصلایی رو میگن خب،, خب هدفش این بوده که یک آین ایرانی بسازه آین ایرانی که همین واژه خود ایران هم یک بار دینی داره چون برای ما نام ایران یه نام مقدسه نام ورجاوندی در نگاه ایرانیان و برای همین نام ایران رو همواره برجسته می نام پارس رو پارسی نام شهریاری هستی نام دیوانی شهریاریه ولی نام ایران یه نام دینی و کهن و تباری برای ما از همین رو بسیار مقدسه بله <applause> اون باید این این کار میکرد تا میتونست همبستگی رو پدید بیاره خب در دو هفته پیشم درباره مانی گفتم که مانی یه اندیشه پرداز دینی با آمیختگی با آمیخت شگفتی این از آینایی که از اون کار بسیار شگفتی که ما ایرانیان کار بسیار شگفت هم میکنیم یه آینی میآفرینه که و قشنگم در میاد که خوشرنگ یک رنگین کمانی میسازه مانی از آین گوناگون که خب اون بدنش بیشتر به آین زروانی هست آین بسیار کوهن خودمونه که گفتم آین زروانی هم همون آین میترایی آین مهرپرستی برای اینکه زرون یا زروان که همون سخن از زر هست خورشید هست زرین مهره اینا با هم دیگه جابجا جا شدن این هم دنبال همونه و اون نگاه بسیار کوهن ایرانی رو داره ولی خب باور به اینکه مجدگان میاد از آسمان بر پایین با خودش رو هم پسین پیامبر میدونه و اون پیامبر پسین میدونه همین پیامبر پسین از زمان عیسی به این ور یکی از یکی ادبیات از ها شده که از سخنان شده که همواره هر کسی که میومد میگفت که من پس این پیامبر هستم خود عیسی هم به خودش رو پسر خدا میدونه دیگه ولی میگفت که خب من پشت سر خودم کسانی رو من میفرستم رسول های های رو من میفرستم و این کارم میکرد در اینجا مانیم گفت که من پس این پیامبر هستم و به با زرون هم خودش رو گره میزد که برگزیده نور چشمی زرون هم هست و از این نگاه یک میبینه مایه از آین ماندایی رو با خودش داره ما، مایه از آین های بودایی رو بیبینه با خودش داره یه آمیخته در نگاه من رنگین کمان زیبایی هم هست گفتم که آین ترسایی پس از این که اینا خودشون رو صد سال دین میسازن چون آین ترسایی صد سال زمان می‌بره تا اون سرکله نخستین پیکره نخستین سامانه که به نام دین ازش بگن پدید میاد تا پیش از اون نمی گفتیم ما خب یهودی هستیم و شاخه از یهودی هستیم همیشه هم همین گونه بوده و پس آرام آرام اینا خودشون جدا میکنن ولی میبینن که کتابایی که مسیحیت داره همون کتابایی که یهودیان دارن ولی یه هم بر اونها میافسن که ما دنبال همون هستیم ما همون یهودیانی هستیم که بر این نگاه هستیم که مسیح اومده و دوباره رفته به آسمون یهود میگه نه هنوز مسیح نیومده اینا میگن مسیح اومده و دوباره رفت آسمون چیزی که بهایی میگن کار ایسا و چیز مهدی اومده و دیگه هم دیگه مهدی نیست دیگه پایان دیگه این رو از این ها رو ما از این چیزا رو نگاه ها بسیار ما در دین داریم باره دین ترسایی که از اون دین, دین ترسایی دین شتابان جهانگیر میشه دیگه مرز جغرافیایی نداره زمین ویژه‌ای نداره و دولت ویژه‌ای هم در آغاز نداره اگرچه رومیان سپس این رو از آن خودشون میکنن و دین خودشون میشه ولی خب پیش از اون این پخش شده بود دین مسیح و هر سرزمینی مسیحی بودن دیگه دیگه رومیان نمیتونستن بر سر همینا همه اینها رو از خودشون بدونن و نبودن یک سری کسان اگرچه برخی کسان هم بودن که برای خودشون یه پناهگاه بزرگی دولت رومی رو میدونستن و از همین رو هم ای چه بس بر هم کارم میکردن جاسوسی و خبرچینی و نوکری میکردن و اون چیزی بود که ایرانیان هم هموار از این نگران داشتن زمانی که با رومیان میجنگیدن دسته های از مسیحیان خودشون رو با, آی... با رومیان هم دین میدونستن خب نمیپسندیدن و این یکی از اون برگهایی بود است که کرتیر یاری میگیره <تص> دین ترسوی مرز میهنی نمیشناسد و این اون جهان اون گلوبالیسمی که ما میگیم یا جهان میهنی که میگیم اینجا برمیگرد دین میترایی هم همین هست یعنی من بگم دین هایی که در سرزمین های مادری خودشون سرزمین بومی خودشون نمیتونن جای پای برای خودشون بگوشن پناه میبرن به بیرون از مرزها در اونجا که میرن چون سرزمین ویژه ای رو ندارن بیشتر جهانی میشن دیگه با همه باد بسازن دیگه با هر جایی که من باد بسازن با اونام بسازن با, بسازن،, با بسازن و یک نگاه جهانی و جهان میهنی به اونها دست میده دین ما دنبال جهان میهنی ترسایی هست شاپور و فرزانه حال اینم یک دیگه من که شاپورم با این که جنگ های بسیاری میکنه با رومیان ولی اون نگاه لیبرالی رو داره یک و هم برمیگره که من میپندارم که شاپور شاید در این زمان دیگه تنسر زنده نباشه و شاید دیگه پیر افتاده باشه در زمان آغازه شاپور ولی دنبال راه پدرش هم هست پدرش با که اومد سختگیرایی کرد ولی باز هم یک نرمش های دینی داشت بله و گفتیم که مانی یه، یک پیامبر ویژه هم هست تو جنگ ها باش با میرفته اون کتابی که شاپورگان که می سپاسگزاری میکنه از شاپور و خوشتود هم هست از زمان شاپوره و رایزن خوبی هم هست در یه جاهایی با شاپور پس اینکه گویا تنسر که گم میشه این مانی هست که در دربار شاپور پدید میاد این تسته چری که من تو این گفتار امروز خودم داشتم اینها براسی هر کدومشون یه جایگاهی در هم فرهنگ ایرانی در اون زمان پیداش ساسانیان و هم در سامانی شهریاری یه جایگاه بسیار ویژه‌ای داشتن و اینها سهم بالای داشتن در پیدایش ساسانیان کرتیری <applause> چهره بسیار ویژه و چند پهلو هست تاریخ نمیگه که کرتیر یک چه هست یک هیربد هیربدان از نگاه... آین مزدای اصلی بیشتر این دبیران و نویسندگان به اونجا پرورده می شدن که کار دبیری بکنن کار فرزانگی بکنن مانند دانشگاه چون این چیزی موبدستان بیشتر کسانی که فقیهان بزرگ در اونجا پرورده می شدن هیربدستان بیشتر یک کمی جداشون می کرد مانند دبستان و دبیرستان و چون این چیزا و دانشگاه از توش در می اومد و این تنسر یک هیربد هست هیربدان هیربده ولی کرتیر مو، مو، موبدان موبده ازش به نام موبد بزرگ یا سرموبد ازش یاد میکنن و این یه چهره بسیار ای هست یک چری خوشگی داره و به گفته یک چری اجرایی و انجامندگی داره و سهم بالایی هم داره پس از تنسر در ز... به زمین نشاندن آین مزدایی زیرا ایک مانیک اومد یک کمی شلوول کرد اون کارایی رو که اردشیر و تن کرده بودند اومد یک زیر نام زندیک یک خانش تازه یک تفسیر تازه یک زند تازه داد از و این آشفتگی ساخت و این خود مانی که خب به مانی زنده بود تا اینکه سرانجام در زمان بهرام یکم او رو سربنیسش میکنن یا میکشنش یا به هر روی سربنیسش میکنن و این کرتیره که این سهم رو داره میشه این گونه دید که کرتیر میدید که مانی آسیب رسونده و به اون به هم ریخته چیزی که اردشی رو آوردن چیزی که شاپور رو آوردن برای همین زمینه رو میچینه چ... می که تا مانی رو از میان برداره و خب مانی هم که از میان رفت خب یارانش رفتن از ایران گریختند و رفتن در نه همشون بسیارشون در دیگر سرزمین ها به ویژه آسیا میانه اونجا بیشتر روی آوردن که هم مرز با آین های بودایی شدن برای اینکه بسیاری جاها با آین های بودایی برحمنی خیلی نزدیکی دارن در نگاه من سختگیر هم بود کردیر و شاید واکنش بود به سختگیری هایی که نی... واکنش بود به دین های دیگر از این من خود مانی که سامان دیگه رو درست کرده بود و نمی... می گفت که نمیتونن این چون اون بر پای تئوری تنسر باید یک دستیه و یک سانی پدید بیاد نمیتونست اینها پیش برن دین کار بسیار توانمندی بود یا دین ورز بسیار توان در برداشتن و نشاندن شاهان سهم بالایی داشت ایشون از خودش یادگارهای فراوانی گذاشت و بیشتر از همین کرتیری که نقش موبدان رو برجسته میکنه در دستگاه ساسانی تا تنسر تنسر درسته که یک اندیش پرداز نخست هست ولی بیشتر از همین کرتیری که با یادگاره فراوانی که از خودش میذاره تا پایان میره این یادگارهای کرتیر این در روزگار بلندی هم میزید گوید تا 90 سال برخی گفتن تا بیشتر از 90 سالم هم زیسته پنج پادشاهی رو ایشون داشته باشون بود از شاپور تا بهرام دویوم این میزیست اون پس این سالهای بهرام دویام دیگر بوی خسته شده بودن نه دستش پیری بود که این جنتی که نمیخوام کنار هم دیگه بذارم ولی اونجا خودم سازن خسته شده دستش گذاشتنش کنار و خود می میرسه و بله و این چهره میشه در پس این سالان که خود شهریار سازنش میترسیدن میترسیدن چون این قانون های گذاشت آین گذاشت که این آین ها از میانم نرفت در زمان پس از اون هم و جایگاه بالایی که موبدان داشتن هم در رایزنی و انجمن هایی که را می ساختن در رازنی با شهریاران و برداشتن شهریاران و, و نشاندن شهریاران حتی گزینش جانشین گزینش ولیعهد سهم بالایی نداشتن و هیچ در زمان ساسانیان نمید هیچ, هیچ موبدی کشته بشه به دست یک شهریار یا چون این جایگاهی بالایی داشت ولی, ولی بوده که شاهان برداشته شدن بر اینکه زمانی که اون سامانه کرتیر گذاشته بود بله و گفتم که این, این تنها, تنها موبد بسیار توانمندی هست که از خودش یاد نوشته و سنگ نوشته یا گل نبشه، سنگ نوشته بگیم بهتر از خودش به جایدگار این می اینها میمونند بله گفتیم که کرتیر اگرش از اون سامانه کشورداری خب پیر میشه میره کنار و ولی اون یادگارها اون آموزه هایی که خودش انجام داد برای پس از خودش میمونه و من نگاه میده که چرا این در زمان دیگه پس از اون کرتیر چندان به چشم نمیاد من گفتم در، تنسر و کرتی در شاهنامه نیستند چرا نیستن؟ در شاهنامه در آغازم گفتم یه چهره فریبکار و جادوی بیگانه از چین میاد ز، کرتیر زمین ساز مرگ س، س، مانی در زمان بهرام یکم میشه و پایین پرسشه که چرا شاهنامه با این سه چهره بس، بسیار فرهنگساز بیگانه هست بگوی که نمیشناسه اینها رو یا بد میشناسم نگاه من در, در پیوند با کرتیر اینه که کرتیر بسیار توانمند شده بود و این توانمندی رو شهریاران ایرانی دیگر نمیتونستن تاب بیارن بر همین آرام آرام میذاشتن کنار و جاهای سختگیری شاهان بر روی موبدان میشد ولی موبدان آنچنان نمیافتادن همچنان جایگاهشون سنگین بود ولی چطور روزگاری بوده که شهریار بسیار توانایی میشن و میدان رو چندان باز نمیذارن برای آن آنگونه که زمان کرتیر بود ترسی که از کرتیر داشتن چون خود کرتیر در نشاندن و برداشتن سهم بالایی داشتون پنج بادشایی که بود حالا چرا شاهنامه با این سه چهره بزرگ فرنگساز بیگانه هست و این یک از اون پرسش هایی که شاید بتونیم در آینده بهش بپردازیم ولی سخن از این هست که شاهنامایی هم که ما داریم دست فردوسی بزرگوار رسیده میتونه پاسخ به این پرسش ها بده که تو برخی از این شاهنامه ها آنچنان یادی نمیشه از به بویژه در زمان چون در زمان انو شهروان نوشته میشه یا حتی تنستر یاد آنچنان نمیشه و کنار گذاشته میشه و تنها چهره که موندگار میشه اون مانی اون هم بشه که چون در نگاه فردوسی و در نگاه اون زمان چون کسانی که پیرو مانی بودن یا مانیکان در آسیای میانه بودن بودن اینا هم خب از چین میاد از کیانگ سین میان از سین کیانگ بخش میان اینا اونجایی از چون سین کیانگ مانیکان فراوان بودن در همون زمان خود فردوسی که دیگه گویا یکی دو ست سال پس از اون هم اینا از میان میروند اینجا من سخن خودم رو به پای میرسونم یک ساعت میپندارم سخن گفتم و سپاس میگم به شما گرامیان سپاس از, ش... سپاس از شما استاد هلمند گرامی و, و مثل همیشه بسیار عالی بود خیلی خوب باز میکنید تاریخ رو و نگاه شاهنامه رو خدمت رو عرض میکنم فقط یه چیزی بود تو صفحه شیش البته خودتون در گفتار به درستی بهش اشاره کردید که پس از اسکندر گجستک بلاش یکم بود که رو گردآوری کرد اما تو نوشتار نوشته بودید اردشیر گجستک اینو خواستم فقط بگم که تغییر توش بدید اگر میخوایید رو بازندوکتو کنید گفتم من یه بار نوشتم دیگه نرسیدم که باز بخونم میتونه چه باشه میتونه که این بدنویسی هم شده باشه چشمن سپاس گفتم خواهش میکنم خواهش میکنم